شماره از اعضای مجلس نمایندگان از تصدی مواد نفتی و گاز مایی می‌خواهند تا نام‌های قاچاقبران مواد نفتی را افشا کند. آنان می‌گویند اگر نام‌های قاچاقبران افشا نشود، نشان دهنده آن است که مسئولان این تصدی نیز در کارهای غیرقانونی دخیلند. باشندگان شهر کابل نیز از افزایش قیمت مواد نفتی شکایت دارند. حدود یک ماه می شود که قیمت مواد نفتی و گاز مایع افزایش یافته و مردم را با مشکلات روبرو کرده است. تصدی مواد نفتی و گاز مایع می گوید برخی علاقات گاز را به خارج از کشور قاچاق، اما از افشای آنان خودداری می کند. مردم هم از افزایش قیمت گاز شکایت دارند. کیلو پاویار روپی دی زر بدل تاشون بیگام می باشه ول کاروبار نست، شرایط خراب دی انتخابات به خاطر بندین کار سن بار سن خلق بسی نهایت می نه دیگه می مو رقم مردم هر چی که سر به خود فروخت از 75 هیچ کم نمیشه. بارون با گاز واچ ول دری با ما غویار پی دی ما ورتای مال ارزان اسی وی دی و نه دا چادرو ولی اما غویار که وسم نخونه چلی. شماره از اعضای مجلس تصدی مواد نفتی را مورد انتقاد قرار می دهند که نام های قاچاقبران را افشا نمی کند. با باور آنان اگر مسئولان این تصدی در کارهای غیرقانونی دخیل نیستند، چرا قاچاقبران را افشا نمی کنند؟ هر هغه څوک چې ورته معلوم وي او دا مسایل ټول دوی ته معلوم دي او افشا کوي، نه نو دا بیا انتباه په دې کوي چې دوی هم ورسره شریک دي. کسانی که میدانند و این قضیه را روی سرپوش میگذارند و اجازه نمیدن مردم از این قضیه باخبر شوند، میتوانه دو بود داشته باشه، یا خودشان در همین قضیه شریک هستند و یا هم از اینکه چوکی خود از دست بدن میترسند. بعضی برخی مسئولین لاغ چه سره چه قانونی یا غیر قانونی دول بندی دی سون مواد ورده بی افغانستان ته لاغو سره ممکن چه په یو برخه کې د ګټو د شریکوالي کوم موضوع هم مطرح وسی. پس از افزایش قیمت گاز، وزارت تجارت برای کنترل قیمت آن اقدام هایی را انجام داد، اما دیده می شود که تا حال نتیجه را در پی نداشته است. شماری از شهروندان کابل می گویند جنجال های انتخاباتی بالای کار ماموران دولتی تاثیر منفی گذاشته است. آنان یادآور می شوند که در نهادهای حکومتی کندکاری بر رشوه در حال افزایش است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مردم می گویند در زمان انتخابات وزارتخانه ها بعد دفتر انتخاباتی نامزدان تبدیل شده بود. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر. بعد از به بن‌بست کشانیدن نتایج دور دوم انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری، چالش ها و نگرانی ها از هر گوشه و کنار دامنگیر مردم افغانستان گردید. شماری از ساکنان پایتخت می گویند روزهاست برای اجرای کارشان به وزارتخانه ها مراجعه می کنند، اما کسی نیست که به دادشان برسد. آنان می گویند تنها اجرای کار با دادن رشوت و واسطه امکان پذیر است. کارا رید نمی کنند، کلیشان مند و اتاقای خودان خواه می کنند و اگر کارم می کنند بانه می کنند. بعد از اینکه انتخابات به دور دویوم رفت، مشکلات اداری باز هم زیادتر شده. برخی از نهادهای جامعه مدنی با تایید این مشکلات می گویند از مامور تا مقامات بلند پایه همه مصروف زد و بندهای سیاسی اند، نه خدمت به مردم. از یک طرف مقامات بلند رتبه حکومتی بیشتر درگیر زد و بندهای سیاسی به دلایل مختلف بودند، یا به خاطر بقایشان در آینده، یا به خاطر رسیدن تیم مورد نظرش به قدرت، یا هر دلیل دیگه. با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند وزارتخانه ها به محل تبلیغ کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تبدیل شده بود. و این یک فاجعه بود برای ما. بار در پارلمانی سر صدا را کردیم، تمام وکلا به دفاتر میرفتند، به وزارتخانه ها میرفتند به خاطر کار مردم. وزارتخانه تا به الان وزرا در دفتر کاریشون وجود ندارد. فساد و کندکاری در نهادهای دولتی گپی تازه این نیست. پیش از این نیز نهادهای گوناگون از این مشکلات یادآوری کرده بودند. اکنون توجه کنید به نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 40 پول، یک یورو 78 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. و حالا توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور.
کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. جلال آباد نیمه آفتابی امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 24. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 44، پایین ترین 24. و سرانجام شهر غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 16. سپاس از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت از آریانا. در ادامه بیننده پس از خبر با میثاق محمدی از آریانا نیوز.